برخواستن ماده شیر لیزا بیور فصل دوم نیروی پنهان اگر زمانی فرار رسد که تمام زنان دنیا ساده و خالصانه برای کمک به بشریت گرده هم آیند نیرویی به وجود می آید که دنیا هرگز آن را ندیده است متیو آرنولد شاعر و فیلسوف انگلیسی قرن 19 هم. آیا بیداری می تواند در این لحظه از آن ما باشد من این امتیاز را داشتم که شاهدی پیشاگاه بر این نیروی منسجم باشم. من در سرزمین دور، در اروپا و حتی در سرزمین خود در ایالات متحده شاهد نخستین سمرات چیزی بودم که بی تردید اثبات یک جنبش تکامل یافته خواهد بود. گذار از هیجانات دخترانه به بلوغ رشد یافته زنانه. آیا این کلمات این شاعر و فیلسوف از چیزی تحقق نیافته در درون شما صحبت می کند؟ وقتی برای نخستین بار این عبارت را خواندم تحت تاثیر قرار گرفته و احساس کردم نفسم بند آمده است. فقط می توانم تصور کنم که عکس عمل فیزیکی من واکنشی بود به عظمت امکانات تحقق نیافته ما. شما پیشا پیش از اسم کتابم متوجه شده اید که می خواهم چیزی وحشی، زیبا و پرمایه را در درون شما بیدار کنم. شما را به چالش می کشم تا در مورد ایده جمع شدن زنان برای کارهای خوب عمیقا فکر کنید. اگر لازم است دوباره عبارت را بخوانید زیرا امیدی با ارزشتر از یک نگاه گذرا در آن است. این بینش سزاوار توجه کامل شماست. به جرأت می توان از خود پرسید آیا کلمات متیو آرنولدز می تواند چیزی بیشتر از یک تئوری خطابه سیاسی یا احتمالی امیدوار کننده باشد؟ آیا این یک بینش آینده نگرانه است یا سهلنگارانه یا حتی پیامبرانه؟ آیا او با درونگریش آینده و دختران زمان ما را دید و تشویقمان کرد تا دور هم جمع شویم؟ آیا او می دانست این گرد همایی در زمان خودش اتفاق نمی افتد؟ یعنی نمیتواند بیفتد اما امیدوار بود تا در زمان ما رخ دهد آیا میدانست نیازهای زمان ما چقدر زیاد خواهند بود آیا او من و شما را در این لحظه دیده بود بقیده من پاسخ درست این پرسش ها در درون هر زنی وجود دارد نه با کلمات بلکه با روشی که برای زندگی انتخاب می کند. پتانسیل ما برای پاسخ به بخشی از این پرسش با عکس العمل به موقع و به جای ما شناخته خواهد شد. تأثیر انتخاب های ما در آینده معلوم خواهد شد. زمانی که پسران و دخترانمان را در جای قرار دهیم تا آنها نیز هوشمندانه و به خوبی انتخاب کنند. آیا زنان عصر ما علیه تصورات مذهبی و فرهنگی متناقض و محدود جهان و همچنین تعصبات علیه زنان برخواهند خواست؟ آیا خواهران شجاع ما در دیگر کشورها در حالی که هیچ کس آنها را تشویق نمی کند به جلو حرکت خواهند کرد؟ آیا ما در دنیای غرب از مشغله های پوچ روی برمیگردانیم و به مسائل ارزشمند و والا توجه می کنیم؟ آیا ما بر بحث ها و صداهایی که می گویند کمک و همکاری ما ضروری و خدایی نیست غلبه خواهیم کرد؟ آیا ما اهمیت و ضرورت زمان خود را درک خواهیم کرد و تفاوتهای فکری من را به منظور یکی شدن کنار خواهیم گذاشت؟ آیا با نزدیک کردن دستها و دلهای من فاصله سنی را کم خواهیم کرد؟ آیا در ایمان متحد خواهیم شد؟ آیا این ایمان واحد صرفا خود را به عنوان مجموعه از باورها نشان خواهد داد؟ مارگارت مید میگوید بخش اعظم راه حل مشکلات فردای جوانان ما به این مسئله بستگی دارد که امروز فرزندانمان چگونه بزرگ می آیا این اتحاد به اجبار خواهد بود یا خود جوش؟ آیا این ایمان مشترک می تواند به کارها سرعت بخشد و ما را به عنوان جانشین چیزی آشکار، مقاومت ناپذیر، وحشی و باوقار نشان دهد؟ آیا گرد همایی ما به وضوح آنچرا که به آن امید داریم به تصویر می کشد و آنچرا که صادقانه به آن ایمان داریم بیان می کند؟ آیا این ایمان می تواند خود را گسترش داده و بیش از آن که بگیرد ببخشد؟ دعا می کنم که چنین باشد. زیرا تنها در این صورت است که دنیای ما گسترش یافته و زندگی دیگران تحت تاثیر این گسترش قرار خواهد گرفت. بله، میدانم تمام آنچه که پرسیدم و بان با امید دارم در حال حاضر بخش کوچکی از این گسترش می باشد. اما بدون چنین گسترشی نمی توانیم به دور دست برسیم. نباید تنها به جایی که هستیم نگاه کنیم. اگر می خواهیم وسعت پیدا کنیم باید به عقب، اطراف و بالا هم نگاه کنیم. اگر به 1800 سال پیش بنگریم زمانی را می بینیم که صدای زنان بسیار کم، یا هیچ بود. با نگاه به اطراف اهمیت صدای اکنونمان را درک می کنیم و با نگاه به آینده در میابیم که باید دنیا و زندگیمان را طوری پای ریزی کنیم که برای آینده خردمندانه بنا شود. اکنون زمان آن رسیده که دیدمان را وسعت داده و بر بخش های مختلف زندگی تأثیر بگذاریم. این کشش زمانی اتفاق می که تنش انقباز و فشار به گروهی از عضلات افزوده شود. قابلیت کشش می تواند باعث افزایش انتاف پذیری و جلوگیری از آسیب دیدگی شود. امید دارم تا با معرفی ماده شیر تا حدی این کشش را به زندگیتان اضافه کنم. از او می خواهم تا نحوه دیدتان را به خود، به زنانگی، به زیبایی، به قدرت، به هدف، به ازدواج، به دنیا و به خدایتان وسعت دهد. اجازه دهید ماده شیر تعاملات شما را به چالش کشیده و روابط شما را با مردان، دوستان و خانواده ارتقا دهد. حتی ماده شیر نیز می داند که باید قبل از حمله به خودش کشش بدهد. ما در برابرمان با فشار زندگی شخصی و احتیاجات دنیا روبرو هستیم برای پوشش دادن به این حوزه وسیع به دیدگاهی نیاز داریم که هر دو مورد را در بر بگیرد آرامش در قوت آسایش در قدرت پیش از آنکه ادامه دهم می‌خواهم راجب به سؤالی که پس از دیدن رویا برایم پیش آمد صحبت کنم متعجب بودم که چرا یک ماده شیر آرام در کتاب مقدس که نشان دهنده قوم خداوند است برای چنین خشونتی در نظر گرفته شده است. با گذشت زمان به عمق این رویا و تمام اندیشه هایی که این مکاشفه در من بیدار کرد و همچنان بیدار است پی بردم. در اینجا بخشی از آنچه جمعآوری کردم را بیان می کنم. خداوند با نشان دادن ماده شیر نمیخواست در برابرش تسلیم شوم و یا از او بترسم. تصویر او آشکار شد و در تقابل با مذیعت های محدود و ترسان من قرار گرفت. این ماده شیر وسیله ای بود تا چشمهایم را به چشم انداز وسیع تری باز کنم و دامنه حرکتم را گسترش دهم. در طول سفرهایم مجسمه های را دیدم. دانمارک، روم، لندن و پاریس بناهای تاریخی دارند که ادای احترامی است به شاهکارهای شگفتانگیز قدرت و فتوحات گذشته که لحظات تاریخی آزادی را گرامی می‌دارند. من از این آثار هنری عکاسی کرده و شگفت زدم که چگونه زرافت و زیبایی جاودانه آنها هنوز حرفی برای گفتن دارد. اما ماده شیر رویایم مجسمه نبود. یک مکاشفه بود. مکاشفات عناصری از شگفتی و افشاگری را به همراه دارند. قطعا ایستادن در برابر ماده شیر در وضعیتی که من بودم، حامله لرزان و با پیژامه مرا شگفت زده کرده بود. با اینکه او هیچ حرکتی نمی کرد، اما زنده تر از من بود. در پرتو زیبایی قدرتش پی بردم که چه چیزی را گم کردم. من قدرت، زندگی و زیبایی را به خاطر ترس قربانی کرده بودم. خیشتن حقیقیم را گم کرده بودم. از این رو بخش عظمی از آنچه خداوند برایم در نظر گرفته بود، هنوز تحقق نیافته بود. به یاد می آورم که چگونه بنی اسرائیل خود را همچون ملخ و کنانیان را مانند غول می دیدن. اما با توجه به اعداد فصل 23 می دانیم که کنانیان، بنی اسرائیل را همچون شیر و ماده شیر برخواسته دیدند. تفاوت بین رویا و واقعیت زمانی آشکار می شود که ماده شیر را با خودمان مقایسه کنیم. آیا می توانیم مثل او باشیم؟ آیا می توانیم زنانی باشیم که در قوت، آرامش و در قدرت آسایش دارند؟ آیا جامعه زیبایی من را به راحتی بر تن خواهیم کرد؟ آنچه را باید در آغوش بکشیم تصویر ماده شیر است در قدرت و آسایش وقتی زمانش فرا رسد ماده شیر خودش بیدار خواهد شد زمان آن است که خود را بشناسید زمان آن است که خود را برانگیخته به حرکت درآورده و بیدار کنید من پی بردم که نیروی نهفته در آرامش با قوت و آسایش با قدرت تصویری زیبا و گویا از زنی ماندار است عزیزان من می خواهم شما با قوت خود در آرامش و با قدرتتان در آسایش باشید. معمولا این دو آرامش در قوت آسایش در قدرت به مرور زمان به وجود می به محض آنکه به قدرت درونتان پی ببرید آنها با یکدیگر در هم آمیخته می شوند. همان گونه که عدالت همچون سرزمینی نیست که در آن آرام میگیریم، قدرت نیز قلمرویی را در بر می گیرد همانند بهشت. ما بقی را زمانی به دست می آوریم که دست از تلاش بیهوده برداریم. اشعیا فصل سی آیه پانزده می فرماید به و آرامی نجات می و قوت شما از راحت و اعتماد می بود اما نخواستید. خب ما آن را داریم. نمی توانم راهی بهتر از این برای به دست آوردن آن تصور کنم. آرام بنشینید و به خدا توکل کنید. آنگاه قدرتتان را به دست می آورید. وقتی از دست و پنجه نرم کردن با توانایی های من دست برداریم، قدرت واقعی من ظاهر می شود. خداوند قدرت را از شما دریغ نکرده، بلکه آن را ارزانی داشته است. برعکس دوست ماده شیر من زنان زیادی را دیدم که از قدرت خود می ترسند. آنها اگر ایده، سوال یا احساسات ناخواسته در درونشان بیدار شود ترسند. نباید از قدرت ترسید، بلکه باید از آن استقبال کرد. اشتباه برداشت نکنید، فروتنی به معنای ضعیف بودن نیست، بلکه قدرت تعدیل شده یا نیروی تحت کنترل است. موسی را فردی فروتن و می میخواندند، با این وجود او رهبری مقتدر و قدرتمند به حساب میآمد. شاید عجیب باشد اگر بگوییم دلیلش ملاقات با اوست کسی که پشتیوانه یه تک تک واژگانش بود آگاهی صرف نظر از خیر و شر تنها اوریانی انسانی ما را میپوشاند و پاسخی الهی را میطلبد حرکت در مسیر خیر بدون همراهی خداوند ما را محدود میسازد در حال حاضر مسائل جهان ما انقدر وسیع است که نیاز به پاسخهای بیپایانی دارد ما هم مانند موسا نیازمند مکاشفه خداوند هستیم تا آرامش را به زمین لرزانمان برگردانیم. پس دوست من، آیا شهامت باور آن را داری که تو هم بخشی از این مکاشفه باشی؟ پس با دیگران گرده هم آییم تا نیکویی خداوند از طریق ما آشکار گردد. پرهیزکار و شایسته. من عمدن این خوبی را محدود به زیبایی یا حتی امنیت نمی کنم. به هر حال این یک نیرو است. من پریسکاری را یک نیرو توصیف می کنم. امسال فصل سی و یک آیات ده الا یازده می فرماید کیست که همسری شایسته تواند یافت؟ ارج او از یاقود بس فوزون تر است. دل شوهرش بر وی اعتماد دارد و از هیچ سودی کم نخواهد داشت. ای زنان مجرد، پیش از آنکه که فکر کنید که این آیه شما را از قلم انداخته به یاد آورید که مسیح داماد شماست. مسئله این نیست که این آیه شامل چه کسانی می شود چرا که شامل همه ماست. مسئله این است که آیا می توانیم از عهده این مسئولیت براییم؟ آیا می توانیم زندگی اطرافیانمان را غنی و پربار سازیم؟ آیا همزمان می توانیم شایسته و با تقوا باشیم؟ یا او ما را به گونه ای خواهد یافت که نیمی پرهیزکار و نیمی دیگر شایسته هستیم. داشتن یکی کافی نیست. ما باید زنان پریسکاری را که شایسته و توانا نیست هستند گرده هم آوریم. اما باید در چه زمینه ای توانا باشیم؟ به عبارت ساده، هیچ چیز و همه چیز. ما باید دخترانی توانا بر هر آنچه که ضرورت دارد باشیم. امیل پریر می گوید، ترسیم برنامه های عظیم بر روی کاغذ کافی نیست. باید ایدههایم را روی زمین بنویسم. در طول ده سال گذشته زنان حیرت انگیزی را دیدم که دیگران را تشویق به کشف چیزی که در آن توانا هستند می کردن. به دلیل افزایش آگاهی زنان از نیازهایشان آنان آگاهانه فعالیت خود را بر حرفه های آموزشی متمرکز نموده و به رشد استعدادها و توانایی‌های خاصی روی آوردن تا هرچه بیشتر به پاسخهایی در خور توجه دست یابند. آنها انقدر باهوش هستند که پرسش را یکی پس از دیگری از دل فرصتی آشکار از الهام و ارتباط بیرون کشند. آنها مختن که با افزودن ویژگی های لازم می توانند در آن چیزی که واقعا هستند رشد کنند. این زنان با استعداد، مستعد، نترس اما قابل احترام، مستقل، حاضر اما دور از دسترس، مهربان اما خشن، پاک اما نسادلو، قوی اما مهربان می باشن. اگر طرح‌ها و برنامه های ما نتوانند زمین و ساکنانش را تحت تأثیر قرار دهند نظریه ای بیش نخواهد بود. برنامه ها باید زنده شوند. برای این کار باید با آنها دست، پا و صدا بدهیم. دنیای ما تأثیر نیروهای زیادی را به خود دیده است. در طول قرنها زمین توسط نیروهای طبیعی مانند طوفان، سونامی و بادهای موسمی آسیب دیده است. زلزله پوسته زمین را شکاف داده و پایه های آن را لرزانده است. نیروهای ارتش هم برای انگیزه های پاک و هم ناپاک جمعوری شدند. آنها در میدان های نبرد با یکدیگر روبرو شدند و به دنبال آن خرابه های زیادی به بار آوردند. اما چه نیرویی است که از قدرت خود برای ترساندن، تهدید کردن یا خراب کردن استفاده نمی کند؟ اعضای این نیرو نقش های منحصر به فرد و استراتژیکی دارند. برخی دیده می و برخی دیگر نه. اما همه گی ارزشمند هستند. چه میشد اگر هدف این نیرو انسان دوستانه و انگیزه هایش ساده بود؟ آنگاه چگونه به نظر می رسید؟ الکساندر بزرگ می گوید من از گله شیری که توسط یک بوسفن راهنمایی می شود نمی ترسم. بلکه از گل گوسفندانی میترسم که توسط یک شیر هدایت میشوند چه تصویر شگفتانگیزی از ماست ما ارتشی از گوسفندان هستیم که توسط یک شیر رهبری میشویم تا زمانی که یک شیر ما را هدایت میکند نباید مانند گوسفندانی ترسو جنگیم. ما در راهی که دنبال میکنیم موتی و در جنگ خشن هستیم در این صورت است که نجابت و خشونت به آرامی در کنار هم خواهند بود. اگر به مطالعه طبیعت و تاریخ بشریت بپردازیم، الگویی را مشاهده خواهیم کرد. به قدرت رسیدن، فساد در قدرت، از دست دادن قدرت و فروپاشی از درون. اما اگر الگوی دیگری هم وجود داشته باشد چه؟ مثل یک نیروی شکل نگرفته و بیان نشده. من این کتاب را با حروفی بسیار بزرگتر از آنچه که باید چاپ شود نوشتم. زیرا دیدن اجسام کوچک و نزدیک برایم سختتر شده است. اما بینایی هم برای دیدن اجسام بزرگ و دور به شدت افزایش یافته است. در دوردست دست دو تصویر متناقض را مشاهده می کنم. جنگی بزرگ و پیروزی عظیم. در سرزمین های دور و نزدیک ظلمی تیره و عمیق را می بینیم. اما در این حال یک بیداری و قیام با شکوه را نیز می بینم. ظلم و بیدالتی جهانی را می بینم که همه جا را فرا گرفته اما جبه های زیادی در مواجه با نور گریز ناپذیر و عدالت شگست ناپذیر خداوند پیروز می شوند. دختران خداوند را می بینم که همچون ماده شیری آماده حمله هستند. تمام اینها را در آینده من می بینم. بیشک چیزهایی که گفتم شما را شگفت زده نکرده است. من هم مثل شما این چیزها را به این دلیل که روزنامه خانده نمی بینم. اینها را می بینم چرا که چشمانی دارم که می تواند در روح القدس ببیند. اما من فقط نمی بینم بلکه می شنوم. شیونهایی را از دور و نزدیک می شنوم. به وضعیت اصفبار نامیدان محبوس در تاریکی گوش دادم. هر روز مبارزه علیه ظلمت خفقاناوری است که آنها را تهدید می کند تا صدای خود و شیون بچه هایشان را خاموش کنند. تنها امید این مادران بیچاره به دست آوردن چیزی بیشتر برای فرزندانشان است. یک مادر جوان از ما خواهش کرد تا دختر هشت ساله اش را ببریم زیرا زمانی که او به مشتریان سرویس می دهد دختر کوچک زیر تخت پنهان می شود. خدا را شکر که مؤسسه لایف اوت ریچ، منیستری جیمز و بتی رابینسون دختر را نجات دادن، اما مادر از ترس ترد شدن در فاهش خانه ماند. کلام باد زمانهایی هستند که من تحت تاثیر چیزهایی که می شنوم قرار می گیرم. چرا؟ راحتتر است که نبینیم و نشنویم. این یک حقیقت است. اکثر مردم از این تصاویر و صداها روی برمیگردانند و فوراً چشمها و گوشهایشان را با سرگرمی های دیگر پر می کنن. این دلیل مهمی برای رشد توریسم در کنار قاچاق سکس است. من دیدم که توریست های خارجی در تایلند تظاهر می کردن چیزی که دیدن شاید یک مهمانی همیشگی بوده است. با یک تاجر آمریکایی که صحبت کردم طوری رفتار میکرد که شهوت پرستی او باعث پیشرفت اقتصاد تایلند شده است. متا فصل 11 آیه 15 می فرماید هر کی گوش شنوا دارد بشنود. این وظیفه حتی پس از قیام مسیح و رسیدن به جایگاه واقعی خود به عنوان پسر خدا نیز متوقف نشد. در کتاب مکاشفه او دوباره ضرورت و نیاز شدید این مسئله را برای انسانهایی که شجاعت شنیدن دارند به وضوح بیان می کند. مکاشفه فصل دو آیه هفت می "آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می گوید. هر که غالب باید به اون نعمت خوردن از درخت حیات را خواهم بخشید که در فردوس خداست. ما باید این سوال را پاسخ دهیم. آیا ما گوش های شنوا داریم؟ بهتر این که آیا می خواهیم آنها بیدار باشند؟ عزیزان من، همه ما در مرحله هستیم که نه تنها باید بشنویم بلکه باید صادقانه با آن گوش دهیم. همانطور که من می شنوم، از شما نیز می پرسم. آیا آن صدا را شنیدید؟ متاسفانه می ترسم ما شبیه عروس خفته باشیم که در تخت خواب مجلل خود قلب می خورد و اطرافش را با بالش می پوشاند تا هر صدایی را که باعث بیدار شدنش می شود خفه کند. چقدر باید صدای هشدار زمان ما بلند باشد تا کاملا بیدار شویم؟ علاوه بر صدای واضح و گوشخراش این دنیای آزاردهنده صدای دیگری هم وجود دارد که ما را می خاند. اما این صدا فریاد نمی زند. با تمام خشخشی که دارد شما باید با دقت به با آن گوش دهید. این صدای آرام و همیشگی روح القدس است. این صدا زمانی بلند می شود که تصمیم بگیریم به آن پاسخ دهیم. من عبارت کلام باد را دوست دارم. خداوند کلامش را بر بادها بنا کرده است. روح القدس به باد یا جپه هوایی تشبیه شده که کلاماتی را نجوا می کند که قدرت و زندگی در آنها جریان دارد. ما باد را نمی بینیم اما تأثیرات آن را احساس می کنیم. باد این قدرت را دارد که چیزهایی را به زندگیتان بیاورد یا از آن ببرد. انرژی آن کشتی ها را به جلو می برد و بی صدا آنها را به گل می نشاند. نیروی باد دریاها را به هم میزند و کوها ها را میفرساید بادهای مخالفی هستند که مانع حرکت ما به جلو میشوند و بادهای موافقی که ما را به جلو حل میدهند باد مرتبا دنیای ما را به چرخش در میآورد بعضی وقتها سریع و بعضی وقتها بکندی. باد نجوای خدا را از جایی به جای دیگر میبرد اغلب تداخل صداهای مصنوعی که در اطرافمان وجود دارد مانع از آن می شود که با دقت به صدای روح القدس گوش دهیم مانع دیگری نیز برای شنیدنمان وجود دارد و آن اینکه قبلا چیزی را شنیده باشیم زمانی که چیزی را بارها و بارها می شنویم ممکن است دیگر با دقت به آن گوش ندهیم اگر فکر کنیم چیزی را که کسی میگوید قبلا شنیده ایم به گونه متفاوت با آن گوش می دهیم. چند سال پیش در حالی که کتاب مقدس میخواندم خود را در جایی احساس کردم. با بخش های زیادی از انجیل آشنا بودم و همانطور که میخواندم میدانستم که بعد از آن چه خواهد آمد. احتمالا برای شما هم اتفاق افتاده است. این باعث شد کنجکاوی بچگانم را نسبت به کلام خداوند از دست بدهم. برای مواجهه با دل سردی هم شروع به بررسی و کندوکاو تفسیر پیام کردم. چرا؟ چون میخواستم غافل گیر شوم. به همین دلیل بخشی از آن را آوردم تا شما هم بتوانید این شگفتی را تجربه کنید. من انجیل را با یک تفسیر جایگزین نمی کنم. من تنها آن را با زبانی مناسب و پجویهش های تکمیلی همراه می کنم. اما شما راحت باشید و هر انجیل را که دوست دارید مطالعه کنید. من این کار را کردم چون مثل شما می بشنوم. به محض آنکه گوشهایمان باز شوند دیگر نمیتوانیم به کار دیگری جز آنکه صدای دیگران شویم بیاندیشیم امثال فصل سی و یک آیات هشت نه میفرماید دهان خود را برای بیزبانان بکشا به خاطر دادرسی همه بیچارگان دهان بکشا و عادلانه داوری کن مظلومان و نیازمندان را دادرسی نما در این آیه مادر سلیمان بعتشبه از پسرش یعنی پادشاه میخواهد تا صدای باشکوهش را به کسانی که زیر وزنه بیدالتی خورد شدن قرض دهد. همچنین آیاتی در رابطه با زنان پریسکار نیز وجود دارد. امسال فصل سی و یک آیات ده الاسی و را مطالعه کنید. آیا ما هم مانند مادر سلیمان مردانمان را تشویق می کنیم تا به جای کسانی که صدایشان خفه شده صحبت کنند؟ ما پادشاهان و کشیشان در محضر خداوندمان هستیم. پس حتی اگر دیگران سکوت اختیار کنند ما سخن خواهیم راند. به عنوان یک مادر والا مقام می خواهم بدانم آنچه که پسران و دختران به ارث می حقیقتا بزرگ خواهد بود؟ بیشتر مطالعات جهانی به برابری جنسیتی به عنوان حلقه گم شده برای ریشهکن کردن فقر جهانی و حتی تروریسم اشاره می کنند. در سال 2001 بانک جهانی مطالعه ارزشمندی را با عنوان توسعه تکریم جنسیتی از طریق برابری جنسیتی در حقوق، منابع و حق سخن گفتن منتشر کرد. با این استدلال که ترویج برابری جنسیتی برای مبارزه با فقر جهانی حیاتی است. لارنس سامرز زمانی که اقتصاددان ارشد بانک جهانی بود بیان کرد سرمایه گذاری در زمینه آموزش دختران بالاترین میزان سوددهی را در دنیای در حال توسعه دارد. مسئله این نیست که آیا کشورها توانایی این سرمایه گذاری را دارند یا نه بلکه این است که آیا کشورها می توانند مانع آموزش دختران بیشتری شوند؟ همچنین سازمان ملل متحد با انجام تحقیقی به این نتیجه رسید که توانمندسازی زنان به افزایش بهرهوری اقتصادی کمک می کند. تروریسم عصر حاضر باعث شد تا کارشناسان امنیتی مطالعاتی را در این زمینه انجام دهند و به نتایج زیر دست یابند. آنها استدلال کردند دلیل اینکه تروریست های مسلمان زیادی در دنیا وجود دارد تا حدی مربوط به قرآن است اما بخش عمده آن مربوط به فقدان مشارکت مستحکم زنان در اقتصاد و جامعه بسیاری از کشورهای اسلامی است برخی از نظامیان معتقدند که توامن سازی دختران باعث کمرنگ شدن قدرت تروریست ها می شود تلاش و هزینه های زیادی صرف این مطالعات مهم و گسترده شده است. من هموار زمانی که خرد بشری به کلامی اشاره می کند که خداوند مدتها پیش گفته است می ترسم. از گذشته تا امروز همیشه یک مشکل جهانی وجود داشته است و آن عبارت است از زن. پیدایش فصل دو آیه هجده می فرماید و خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشد پس برایش معاونی موافق وی بسازم. خوب نبود که مرد تنها باشد. اکنون نیز مانند گذشته اضافه نمودن زنان به معادلات زندگی باعث می شود تا خیر و نیکی در زندگی مردان، زنان، کودکان و دنیای مشترکمان جاری شود. زندگی تنها ما را به آنچه که خوب نیست دعوت می کند. انسانها برای ایجاد ارتباط با یکدیگر آفریده شدند. با این وجود به نظر می رسد اتحاد گسترده تنها میان مردان دستورالعملی برای یک فاجعه بلقوه باشد. با توجه به آنچه در کتاب پیدایش گفته شده و مطالعات اخیر می توان چنین نتیجه گرفت که فرهنگ های مرد غالب در سطوح مختلف ناسالم می باشند. شما خلق نشده اید که یکی کتاب دیگری باشید بلکه در وراست شریک یک دیگرید. زنان پاسخ خداوند هستند. جاری شدن صدای زنان در جامعه باعث افزایش فرصتهای آموزشی برای همه کودکان شده. اقتصاد را پویا کرده و آشکارا خطر تروریسم را کاهش می دهد. اما این مفید بودن زنان به چه می ماند؟ زمانی که زنانگی خود را کشف کرده و آن را جشن گرفتم متوجه شدم که من موجودی دست دوم و بیمقدار نیستم. به عنوان یک دختر، همسر و مادر فردی مفید بودم. اگر من مفید بودم پس منطقی است که دخترانی هم که در اطراف من بودند مفید باشند. در چشم خداوند ما جنس دوم نیستیم. شما دوست عزیز، توانایی این را دارید که راه حلی زنده برای مشکلات بشری باشید. وقتی سفر می کنم، این حقیقت ساده را برای زنان پیر و جوان بیان می کنم، اما به سختی می توانم واکنش آنها را توضیح دهم. زنان نه تنها با آنچه که من با قلبی لرزان می گویم گوش می دهند، بلکه آن را فریاد می زنند و باورش دارند. من یک پاسخم. در این لحظه مکاشفه ای صورت می گیرد. چشمانشان می درخشد و برای دیدن ذات زنانه خود آنگونه که خداوند با آنها می نگرد باز می شود. به عنوان کسی که کار را به انجام میرساند، این درک آغاز کار ماست. زنان فراتر از یک محرک در اقتصاد جمعی می باشند. با توانایی ما در رای راه حل پرسش های تازه ای مطرح می شود. ما در حال نوشتن لایه جدیدی هستیم که در آن زنان دوست بشر معرفی می شون. ما گرده هم آمده ایم تا جهانی بسازیم که در آن زنان و کودکان مورد استقبال قرار گیرند نه مورد سو استفاده. در اینجا برخی از ویژگی های دختران ملکوت را بیان می کنم. او دوست داشتنی باهوش و تواناست. او به جای منزوی بودن با دیگران در ارتباط است. او مورد علاقه خداوند و نفرت شیطان است. او به طور علنی در سراسر سر جهان سرکوب می شود. اما یک سوال مطرح است. اگر بپذیریم که او مهم و مورد حمایت است، نهایتاً باید او را چگونه موجودی بنامیم؟ چیزهای پوشالی را بیدار کنید. من این افتخار را داشتم که با مؤسسه لایف ریچ با آسیای جنوب شرقی و هند سفر کنم. به قصد دستیابی به داستان که به اندازه کافی قانع کننده باشند تا واکنش های کافی را از جانب سایرین برانگیزانند. در سفر به کامبوج، تایلند و بمبئی شاهد فقر، بدبختی و تجاوز جنسی بودم. وقتی مردم با سخاوت به ما پاسخ میدادند و متحد می شدن که با یکدیگر کار کنند، می امید و وعده بازسازی را ببینم. همه جا شدیدن نیاز به همکاری داشت. در اوکراین با دوستم در حال صبحانه خوردن بودیم که دختری جوان با زیبایی خیره کننده ای وارد شد. این مسئله در کشوری که به زنان زیبا شهرت دارد غیرعادی نیست. اما او همراه مردی بود که شهست ساله به نظر می رسید. کفش های پاشن بلند و شلواری پشمی پوشیده بود. به نظر نمی رسید که بیشتر از هجده سال داشته باشد. آنها پشت یک میز در سمت راست ما نشستند. میدیدم چگونه آن مرد مسن غذایش را می بلید در حالی که دختر جوان قهوه تلخش را می نوشید و مستقیما از پنجره به بیرون خیره شده بود. مردان جوان پشت بوفه پچپچ پچ می کردن، نیشخن می زدند و به دختر اشاره می کردن. طولی نکشید که مرد دیگری که دو برابر سن دختر را داشت با آنها پیوست. میخواستم گریه کنم و فریاد بزنم. دختر تنها و شکست خورده به نظر می رسید. واضح بود که او یک روسبی گران قیمت بود. اما تمام آنچه ما دیدیم دختری دوست داشتنی بود که لباسی زیبا به تن داشت و بین دو تاجر شهوت پرست که زندگی او را می بلیدن قرار گرفته بود. من به طور مستقیم با برخی از خواهرانمان که مورد تجاوز قرار گرفته بودند صحبت کردم. بله این همان چیزی است که آنها هستند خواهران ما آنها به انتخاب خود روسبی نشدند آنها قربانیان و بازماندگانی شجاع هستند در یک روز طولانی و شرجی در هند به داستانهای زیادی از غم و اندوه و دلشکستگی گروهی از دختران جوان و زنان مسن گوش کردم که توسط مؤسسه لایف در یک آپارتمان کوچک جمع شده بودند هر کدام داستان زندگیشان را با کمی تفاوت نقل کردند. برخی با اشک بسیار و برخی دیگر بدون هیچ احساسی. مطمئنم برای آنها سوال بود که چرا من میخواستم داستان زندگیشان را بشنوم. آیا با آنها احساس همدردی میکردم؟ آیا قضاوتشان میکردم؟ آیا میتوانستم درکشان کنم؟ آیا پاسخی برای سوالاتشان داشتم؟ یکی از این زنان شجاع که من سما صدایش می کنم به زمانی برگشت که دختری جوان از یک روستای دور افتاده در نپال بود. دختری مملو از رویا که توسط مادرش تباه شده بود. روزی امویش شنید که او در حال جر و بحث با مادرش می باشد. او را به کناری کشید و پیشنهاد داد که او را با خودش به بمبعی ببرد. او در آنجا امکان تحصیل و فرصت و شانسان را داشت تا دا رویاهایش به تحقق بپیوندند. این وعده غیرقابل مقاومت بود. پیش از طلوع آفتاب سما و امویش از روستای کوچک خود رفتند. او با سفری طولانی و خطرناک برای خروج از نپال به هند مواجه شد. به محض رسیدن به بمبئی، عمویش او را در اتاقی در یک متل کهنه رها کرد تا او استراحت کند. زمانی که او خواب بود، عمویش او را فروخت. سما بیدار شد گیج و مبهود دورش را غریبه ها گرفته بودند. زمان آن بود که به خاطر پولی که به عمویش پرداخت شده بود کار خود را شروع کند. سمارا به یک روز خانه محلی بردن و او را در یک اتاق تاریک زندانی کردند. او نمیدانست که قرار است چه اتفاقی بیفتد. او حتی نمی توانست به زبان آنها حرف بزند. در باز شد و یک مشتری که منتظر خدمات بود وارد شد وقتی سما مقاومت کرد، چهار زن او را نگه داشتند و او مورد تجاوز قرار گرفت. سما سیزده ساله بود. زمان گذشت. سما زبان آنها را یاد گرفت و از شر بدهیش خلاص شد و به مرور به یک زن تاجر دانا تبدیل شد. او بدون امید و جایی برای رفتن در آن روسبی به رئیس تبدیل شد. او یکی از افرادی بود که دختران را خرید و فروش می کرد. قاچاق جوانان به دستور او انجام میشد او تشریفات تجاوز را سرپرستی میکرد و با آنها دستور میداد مغلوب و تسلیم شوند زمانی که با سما ملاقات کردم برایم دشوار بود تا حقیقت حرفهایش را باور کنم او دیگر یک رئیس نبود او زنی میان سال و آرام بود کسی محبت خداوند را با او تقسیم کرده بود و او یک مسیحی شده بود همچنین او فرصت یافت فرار کند. او شجاعت رفتن از روسبیخانه را پیدا کرد. اکنون او به طور خستگی ناپذیری تلاش می کند تا بسیاری از دخترانی را که زمانی سرکوبشان می کرد نجات دهد. همانطور که با هم صحبت می کردیم سعی کردم بفهمم چگونه سما زمانی یک رئیس بود. از او پرسیدم توانستان چرا که باعث وحشت آن دختر سیزده ساله بود فراموش کند. سما چگونه می توانستی شاهد باشی که دختران جوان را می دزدن با آنها تجاوز می کنن و مورد زرم و شد قرار می دهن. او در حالی که سرش را تکان میداد آهی کشید و گفت کاری را انجام میدادیم که برای برای زنده ماندن مجبور بودیم برای بسیاری بقا تمام چیزی است که دارند من از کوه زباله بالا رفتم از خیابانهای کثیف که با خانه های سست و موقت حاته شده بودند گذر کردم و جای شگفتی نیست کسانی که در آنها زندگی می ناامید نامید باشند. با لباس مبدل به روز بی خانه ها رفتم. من رخوت و افسردگی زنان بی هدف را در غرب مشاهده کردم. من هدر رفتن منابع را به چشم دیدم. زیرا فراموش کردیم چه کسی بودیم. مشکلات را از نزدیک دیدم و امیدوارم راه حل آنها را نیز ببینم. در اینجا الزامی تکان دهنده از کتاب الهام بخش و چالش برانگیز نیمی از آسمان مطرح شده است. جریانات تاریخ زنان را از چار پایانی بسته و بازیچه سکس به انسانهایی تکامل یافته تبدیل می کند. منفعت اقتصادی اختیار دادن به زنان آنقدر وسیع است که ملت ها را وادار می کند تا در این مسیر حرکت کنند. به زودی بردگی جنسی قتل های ناموسی و اسید پاشی را به عنوان مسائلی جرف در نظر خواهیم گرفت. اما سآل این است. این تغییر چقدر طول می کشد و تا آن موقع چند دختر دزدیده شده و به روز ها برده می شود؟ و اینکه آیا هر یک از ما نقشی در این جریان تاریخی داریم یا تنها یک تماشاچی خواهیم بود؟ این سوالی است که همه ما با آن مواجه می شویم. اکنون می نویسم تا شما را از این مکاشفه آگاه سازم. بزرگترین آرزوی من این است که کلام من چیزهای پوشالی را در شما بیدار کند. امیدوارم با نیروی یک ماده شیر برخیزید و به هر کجا که می روید شگفتی خداوند را با خود ببرید. آنگاه ما با هم به نیروی تبدیل می شویم که دنیا هرگز آن را به خود ندیده است خواهران شیرزن من بخوانید و بیدار شوید